با تقوا من با تقوای شهادت دادم او شهود الله با جعفریان گفتم امشب هم لایف دارم گپای تازه رو میزنم بنده به عنوان کسی که 30 سال در اسلام در قرآن در معارف دین شما بودیم من شهادت میدم امیر مسعود ثانی حفظه الله امی عنوان بگیرین امیر مسعود ثانی امیر مسعود ثانی ما از پاکترین انسانهای افغانستان است از با تقواترین های افغانستان است من او چهار شب پیشم در لایف گفتم پرچم مقاومت برادرم یاد گفتم خیر پرچم مقاومت دست یک سازشگر نیست پرچم مقاومت امروز دست یک معاملگر نیست افتخار ما ایست که امروز پرچم مقاومت به دست بچه مسعود است به دست فرزند خلف رشید صالح متدین مسعود است چی باید کرد؟ تحلیل زیاد کردین، گریه زیاد کردین، چی رقم زیاد کردین، تظاهرات هم زیاد کردین چی باید کرد؟ وظیفه ما در این چی است؟ ما از اینجا بر رگستانی سوی فقط دعا میتونه بکنم با او اجازه ندارم بگم تو چی کار کن چی کار نکن اونا در میدان خودشان بهتر میفهمن که با چی کار کنن درسته یعنی؟ وظیفه و رسالت ما در غرب چیست؟ شما یک سرمایه بزرگ مقاومت هستین حضور شما در غرب یک سرمایه بسیار کلان است صرف حضور ما و شما در غرب امروز میتونه کمر مقاومت بسته کنه ولی اگر بد عمل کنیم بدون برنامه عمل بکنیم احساساتی عمل بکنیم بی نظم عمل بکنیم کمر مقاومت ما شما اینجا مشکنانیم یک اولین پیشنهاد ما اولین تقاضای ما ایست در شکل گیری همه جانبه گوش کنیم در شکل گیری همه جانب جبهه مقاومت ملی اسلامی از امروز مثل یک تکلیف شرعیتان مثل نماز صبحتان دیگه به تلاش بکنیم جبهه فراگیر ملی اسلامی مقاومت در شش قاره شکل گرفته هر یکی ما و شما جزی که جبهه هستیم خجالتم نمیکشیم اعلام عضویت کنین در ساختار جبهه مقاومت ملی اسلامی افغانستان عضو شوین این مقاومت مقاومت پنشهر نیست ما بچه کابل بچه مرادخانی عضو جبهه مقاومت هستم صدای جبهه مقاومت هستم سینه خود سپر میکنم سبا دروازه پنشهر واز شوه به الله قسم به الله قسم امروز بر من سازشکارا از کابل پیغام دادن که تو با پاسپورت آلمانی در کابل گپ نزن من درسته که پاسپورت ما آلمانی شده ولی انسانیت خود از دست ندادیم شرف خود از دست ندادیم افغانستان، کابل، پنشهر، مالستان، بامیان جان ما هست امروز جان ما آسیب دیده اول همه شما در فراگیر در شمولیت یک جبهه فراگیر مقاومت ملی مشارکت کنیم این باید قومی نباشه نژادی نباشه ما هم از دشمنای قدیمی خود ضربه خوردیم هم از دوستان درونی خود ضربه خوردیم حرام است ما فتوای شرعی برتان میتونم حرام است که کس امروز از درون جبهه مقاومت به قومای پشتون خود اهانت بکنه چک چک کنین درست است که همه طالبا پشتون هستند ولی قاری فصیح الدین هم آمد از بدخشان سر پنشهر حمله کرد یا نه پس ما میتونیم خدا نکرده بر بدخشان اهانت کنیم بدخشان پاره تن ماست نگذارین که گفتمان ملی ما شما را کسای دیگه تصاحب کنه افغانستان مال ماست منتها زیاد بین افغانستان خراسان بله یک کشور دو نامه دوشلند آمد جرمنی آمسته افغانستان خراسان از ماست ما صاحبش هستیم ما پاسدار مرزبانش هستیم برای تقدیر لذا بنده همی قاری ایسا گوش کنیم بنده همی قاری ایسا یک دقیقه برادر آفرین عزیزا بنده شما کلتون در فضای مجازی دیدین برادرم میدونم شما را خوب احساسات دیکم آفرین وظیفه ما برانگیختن احساس هست ولی باید مدیریتم شو یا نشوه خوب دقت کنین برادرای من یک قاری عیسایی که پشتون هسته و مردانه در برابر تا
طالب و در کنار مقاومت ایجاد شده، ما او را از تمام تاجک ها و شیعه ها و ازارهای وطن فروش و ناموس فروش سازش کرد، ما او را ترجیح میتونم. شما دیدین مردانه در طول یک سال نگذارین که صداها خاموش شود، صداهایی که در داخل برادران پشتون ما، صداهای آزادی، صداهای انسانیت، صداهای اخلاق خاموش نکنین. زن یک نفرتون پشتون است، داماد یک نفرتون پشتون است. این جنایت را نکنین، این جرم را نکنین. اونا میخواین گفتمان ملی ما را قومی بسازن. آریانای بزرگ، خراسان بزرگ، پشتون را، خوشحال‌خان خطر را جز خودش میدانه. یک لحظه صدای ریگستانی صاحب میسازم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. هموطنان عزیز، مردم شریف افغانستان، برادران، خواهران، کودکان و همه کسانی که آواز ما را در خارج و داخل کشور میشنوند، امروز 21 سنبله 1400 هجری خورشیدی مطابق است با 12 سپتامبر 2021 میلادی، من و همه مقاومتگران و مجاهدان فداکار در پنشیر هستیم و خواستیم از طریق پیام یک بار دیگر به همه ملت افغانستان و همه آزادی خواهان جهان پیام خود را برسانیم که حکومت مزدور طالبان را به رسمیت نمیشناسیم و طالبان تسلیم نخواهیم شد و ما تسلیمی را نمیشناسیم، فرار نخواهیم کرد و در وطن و کشور خود باقی خواهیم ماند و برای دفاع از ارزش‌های کشور جان فداکاری خواهیم کرد. یک بار دیگر به شما اطمینان میدهم که مقاومت زنده است و زنده خواهد ماند و این با کمک خداوند و همکاری ملت ما خواهد بود. از طرف ما مطمئن باشید، از طرف خودم و همسنگران مجاهدان فداکار و مقاومتگران با ایثار سلام خود را به همه شما میرسانم. خداوند شما را حفظ کنم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. در امتداد همی تقاضا و صحبت و فرمایش جنرال صاحب بیگستانی، رسالت اول ما قرار گرفتن در داخل او جبهه همه شمول، مثل نه جبهه ملا شمول طالبا، نه جبهه قوم شمول طالبها، نه یک جبهه ملی که برای آزادی فریاد بزنه، برای قرائت معتدل اسلامی افغانستان معاصر فریاد بزنه. دو، وظیفه ما و شما، شما میتونین، شما صلاح ندارین، شما صلاح نخواد بگیرین، لازم نیست شما ما شما پنشیر بریم. بندازی کافی بچای با غیرت در پنشیر است، بندازه کافی بچهای پنشیر از کل افغانستان رفتن هستن. من خبر دارم، دقیق میگم. امیال جبهه اندراب دیروز من گپ دادم، امیالم گزارش برم دادن، کل منطقه تحت کنترل است. این که تصفیه نمیشه، خب در تاکتیکای نظامی لازم نیست شما تصفیه کنین، باید دشمنت نابود کنی. در اندراب و در دایکندی، من دیشب خبر دارم در دایکندی بچه ها کلی در کوها مسلح هستن. در هرات در هفته گذشته دیروز از هرات بر من زنگ زدن. در هر شب مردم با غیرت هرات هر شب 7 تا 8 تا 9 تا طالب مردار مردار میکنن. وظیفه ما در غرب چی است؟ طالب ها نیاز به مشروعیت دارن. تلاش ما بر سلب مشروعیت طالب ها باید باشه. یکی چین در پالیشان هست چی میکنه؟ ایرانی ها و تاجک ها از طرز چین ها مداخله نمیکنن. من سیاست نمیخوامم، من گفتم بسیار ساده است من، ولی من رسالت حقوقی خود را میفهمم، رسالت انسانی خود را میفهمم. ما مردم، شما مردم، اونایی که قدیما آریایی صاحب، شما قدیما آریان فر میفهمید، در آلمان زمانی که اوجالان را دستگیر کردن یادتون است؟ شما بعدتون در فیلم ها دیدین وقتی اوجالان رهبر کردهای ترکیه را دستگیر کردن، در کل اروپا کردار ترکیه، دولت ترکیه، اسرائیل نو با هم گرفتن. یادتان هست در او زمان تمام اروپا قیامت شد؟ به خدا قسم شما مردم، کابلی، پنشیری، هزاره، تاجک، پشتون، شما بی غیرت تر از کردای
ترکیه نیستین. اگر قرار باشه اتحادی اروپا، من دیروز با یک مسئول وزارت داخله گپ زدم، پریروز. گفتم ما به عنوان شهروندای آلمان نمیپذیریم که خانم مرکل بیای بگه ما با طالبان دیالوگ میکنیم. تو با زامبی میخوای دیالوگ بکنی؟ من با این مسئول وزارت داخله گپ زدم، او با من یک بشارت داد. گفت خانم مرکل 16 روز است باز بعدش میره، شما یک به خیلی جدی نگیرین. برای که دولت آینده این سستی رو نداشته باشه، سستی که کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، کشورهای اروپایی انجام دادن، ما و شما باید متحد بشیم. انرژیایتون رو تلف نکنین. دیروز در فرانکفورت دو تا تظاهرات تشکر میکنم اونایی که برگزاری کردن. این تظاهراتی که در دو منطقه برگزار شوه، لابی نشه، تبدیل به تصمیم نشه، خود چی به درد ما میخوره؟ تظاهرات در غرب، در اروپا مکانیزم داره، راهبرد داره، تاکتیک داره. من شما خواهش میکنم تمام تظاهرات ها را از این به بعد زیر نظر یک کمیته هماهنگی تدارکاتی تنظیم کنین. با شماهایی که هر کدامتان یک برگمایستر را، یک وکیل پارلمان را، یک کس را میشناسین، همه ما میشناسیم، وصل بکنیم. در تظاهرات های ما باید نماینده های پارلمان اروپا بیاید، باید نماینده های با شعور و با وجدان آلمان بیاید و اینا با صدای ما شما در داخل. یعنی تظاهرات باید قوی، مقتدر. میره میگم اولا از مجرای قانونی پیش میریم، آرام پیش میریم. ولی اگر اینه میری شما ببینین دیگرها جان میتن، اگر اتحادی اروپا، اگر اتحادی اروپا طالبان به رسمیت بشناسه، ما به عنوان یک شهروند آرامه که صرفت اون شد بر ما گفته تو 20 سال آرام زنی کردی، ولی ما به عنوان کسی که نهاد ما آرام شده، اگر اتحادی اروپا طالبان به رسمیت بشناسه، ما جبهه مقاومت در تمام اروپا قیامت برپا میکنیم. و حرف آخرم در محفل اگر کس است، یک حرف بس است. بر داخل گپای ما داریم، در ارتباط هستیم، شکر کل ما و شما. دعای ما و شما بسیار کارساز است. معمول شبه که حمله بسیار سهمگین 17 تا تیاری جنگی طالبا پاکستانی ها و 40,000 آفرین به غیرت شما مردم. من دیروز به ایرانی میگفتم 40,000 نفر سر مشهد یا سر جای دیگه حمله کنه چی حال پیدا میکنه شما؟ 40,000 نفر و پنجشیر ما شما حمله کرد. من شب تا سو و فقط سر خود لج کردم و دعا کردم. دعا کنین عزیزا، دعا کنین که دعا صلاح مؤمن است. تظاهرات، حرکت ها باید منسجم و با برنامه باشه و نتیجه بخش باشه. و در آخر بر شما عرض میکنم، افغانستان پنجشیر گفتن که یک زمان تله خرس است، کتاب نوشته کردن نی؟ باز بعدش تله امریکایی ها شد. امریکایی ها بیچاره گریختن از کشور ما شما. بعضی آنها امیدوار هستن که امریکایی ها پس بیان، گریختن بیچاره. ما براتون با اطمینان میگم امروز، فردا، پس فردا به قدرت خدا، به بازوان توانای بچه های مقاومت، به حضور همه یکشار ملت، همه باید احساس تکلیف شرعی و انسانی بکنیم. هر کسی که از این جبهه بیرون شوه، یا سازشگر و برده است، خب برده است، یا ای که از دایره اسلام خارج شده. ما مسلمان ها در خط مقاومت میمانیم، هماهنگ میمانیم و از همه ظرفیت هایی که در غرب داریم استفاده میکنیم و انشالله عنقریب شما یقین پیدا کنین که ما شما شاهد قیام سرتاسری مردم خواهیم بود. از تمام جغرافی افغانستان حرکت شروع میشه انشالله. یک آرزو دارم در آخر باز رو تکرار بکنم. ما دیروز بچه های جوان میگفتن که اینام خراسان و افغانستان خراسان و اینا، من از این نامه عبور میکنم. ما در فصل جدید ما به جای رسیدیم، اگر کنار هم استاد شویم، اگر درست تصمیم بگیریم، احساساتی نباشه، نگاه با آینده داشته باشیم، ما در آینده نزدیک، یک ماه بعد، یک سال بعد، دو سال بعد، پنج سال بعد، فرق نمیکنه. این مقاومت شروع شده، ولیکن از این پس ما دارای یک سرزمینی خواهیم بود که در اونجا پارسی صحبت کردن جرم نباشه. ما سربازان و مرزبانان ایران شهر بزرگ، خراسان بزرگ، سرزمینی خواهیم ساخت. در اونجا خوشحال خان خطک تربیت شود و رشد شود، در بغل ما، در بغل مولانا، در بغل همه شعرهای ما. ولیکن در کابل
زاهر خان 40 سال فارسی گپ زد. گپ زد یا نزد؟ کابورای من، شهر من، زادگاه من، شهر تازیان و گرگان و کرکسان پنجابی نیست. زبان رسمی کابل فارسی بوده. زبان کابل فارسی میمانه. زبان ملی ما فارسی است. پشتون جان ماست. پشتون ها جان ما هستند. ولیکن ما دنبال جغرافیایی میریم که در او جغرافیا وقتی که از یک شهر به شهر دیگه حرکت میکنیم مجبور نباشیم که به یک زبان دیگه گپ بزنیم. آخرین گپ ما سفر قبلی تذکره گم شده بود، رفتم المستنا از ولایت بگیرم. در وسط ولایت دوست عزیز اونجا دمی دوره اشرف غنی فاسد مرا استاد کرد، یک گفتگوی پیش آمد، مرا گفت پشتو گپ بزن. پشتو جانم است، اهانت چرا نمیدونم. من گفتم من میخوام دمی ولایت امیج زادگاه فارسی گپ بزنم. او گفت نه تو باید پشتو گپ بزنی. گفتم باید وجود نداره. گفتم بمرم در کابل مرا کسی وادار نمیتونه که من پشتو گپ بزنم. من بله اگر در ننگرهار رفتم با افتخار من پشتو گپ میزنم. من در خوست رفتم با افتخار پشتو گپ میزنم. من سلام خدا بر شما مردم که امروز با این قوت با این قدرت استاد شدین، با نظم با هماهنگی. جناب آقای احمد ولی مسعودم از جلسه با عظمت ما شما خبر شده، میخواید وام در این راستا گپای خود بزنه. خب تصویر خوب اونجا که نمیتونم مردم بیرم گپ شد. بله سفیر صاحب بفرمایید. سفیر صاحب بفرمایید. اولا سلام میکنم خدمت همه دوستایی که به این رو جمع شدن و در واقع در آستانه 20 سال روز شهادت قهرمان ملی و هفته شهید قرار داریم. خداوند همه شهدای ما و شما را ببخشد، بخصوص شهدایی که اخیراً در مقابل لشکر حضور طالب و تروریست سینه را سپر کردن و روحشان درود میفرستیم. مسئله دومی است که مقاومتی که فعلاً برای مقاومت پنجشیر است و مردم قربانی دادن، در واقع مقاومت مردم کل افغانستان هستن. یاد ما باشه که در مقاومت کل پنجشیر از افغان مختلف افغانستان رو شرکت کردن، هم در پنجشیر هم در انبارا. و به اون قسمت همیسته که به خاطر جانفرایی از ما بوده که در واقع مقاومت فیران باعث یک دایی ملی و یک دایی بین‌المللی تبدیل شدن. و همگی میدانند که در واقع جغرافیای مقاومت به شدت گسترش پیدا کردن، حامله از پنجشیر و انجران فیران در واقع یک دایی شده که در قلب و ذهن مردم افغانستان، حتی مردم خارج در سر ساخت دنیا، در واقع جغرافیش توسعه پیدا کردن. همین که میبینیم که مادران و خواهران ما در شهرهای افغانستان صدای مقاومت بلند میکنن و حمایت میکنن، همین که میبینیم که تمام جوانهای کشور در شبکههای اجتماعی فعال هستن، در واقع خودش برحق بودن مقاومت در مقابل لشکر ترور و طالب نشان میده. با اون نسبت است که این مقاومت میتونیم که مقاومت برای آزادی است. این فقط گفتم متعلق به یک جغرافیا نیست، متعلق به فرد فرد شهروندان افغانستان است و این در واقع به خاطر آزادی است و یگانه فرصتی است که ما شما داریم در اینجا به خاطر آزادی کشور. شما میدونید که در واقع در اثر یک توطئه کلان کشور ما شما را سقوط داره. نه ای که طالب قیوم بودن، نه ای که تروریست قیوم بودن، ما 300,000 افکار داشتیم، 300,000 نیروی امنیتی جان فدا داشتیم، اما متاسفانه هم رهبریشان فاسد و هم دیگر رهبری ملکی فاسد بود. شما اشرف غنی و عنوانش را دیدید که چطور کشور دادن فرار کردن، اما نیروهای ما شما جان فدایی خود را کردن و ای که در خود معرکه در رویروی با طالب اونا نتانستن نبه بود که اونا قوت داشتن، بلکه اینا رو گفتم که شما تحویل بتن و یکی از کسایی که در قسمت تحمیلی تمام نیروهای مقاومت، نیروهای رزمی ما شما و نیروهای اردوی ملی و نیروهای امنیتی، یعنی نقش کشا برجسته داشتم، آقای خلیزاد بنیابت ایالات متحده آمریکا بودم و این آدم در واقع با مهرههای مثل اشرف غنی و واهب و یک دیگه که نامشان نمیگیرم، اینا آمدن در واقع تمام قوت افغانستان تحویل طالب دادن، اونا رو مجهز ساختن، تانک و توپ و تیاره و تمام چیزا رو دادن به طالب و اینا یک توطیه کلان در واقع یک خیانت کلان در ارتباط به مردم افغانستان و کشور اینا مرتکب شدن، در واقع کشور در واقع سقوط دادن، نظام سقوط دادن دویا. و به این خاطر است که متاسفانه بعد از 20 سال از طالب دوباره به طالب آمد، از تروریست دوباره به تروریست آمد. پس حال یگانه راهی که باقی
نیست که مقاومت چرا که ما و شما باید چه کنیم؟ این رو باید تقویه کنیم. چرا گفتیم یکانه فرصت است که باقی است. و خدا اینا خواسته این فرصت از بین بره، بعد میشه که ده ها باید دیگه نمیتونیم که افغانستان برگردیم. با اون نسبت همین مقاومت به خاطر آزادی رو من هست یک فرصت، من هست یک نقشه را، من هست یک دایی کلان ملی و بلبلی بگیریم در هر کاری کشور که هستیم، در خارج یا داخل که هستیم، در محور از این بتانیم که مقاومت ملی افغانستان باید تقویه شود تا ما بتانیم کشور باید دوباره از جنگ باره درون و طالب خلاص کنیم. با به اون خاطر است که ما میدانیم که چون روزم کی هستم، ما میدانیم طالب کی هستم. طالبی که نه به دموکراسی عقیده داره، نه به انتخابات عقیده داره، نه به حق زن عقیده داره، نه به حق مرد عقیده داره، نه به آزادی، نه به دموکراسی، نه به آزادی مطبوعات، به هیچ چیز معتقد نیستم. امکان داره که حال طالب بود و الان ما میتونیم که از طریق مشارکت با طالب یا از طریق کسون هم با طالب یا از طریق جرامت با طالب بتونیم کشور خود از این مشکل خلاص کنیم. وان شما دیره در واقع کابینه طالب در واقع مظهر و نمایندگی از خود طالب، از نفس طالب، از پالیسی طالب میکنه. یک کابینه که در واقع از یک طرف از یک طرف نصف از او در واقع به جرم جنگی و موارد مخدر هستن و مناسبی از در واقع در لست شای سفیر صاحب دوستان میگه من یک سوال رو با شما مطرح کنم. برای ما که یک بانه رایی بوجود داره همیسته که ما باید بریم مقاومت میشه یک بانه سلامت چون داریم یه رو تنبیه بسنیم در هر جایی که هسته در واقع مسئولیت داریم. این فقط یک مسئولیت نیست، یک دین است، کشور ماست، وطن ماست، خانه ماست و اون جنایتی که در مونده مدت چند هفته طالب کرد با کل شما از سهر من شمس هستن. همین فیره جنایتشون در پنشیر ادامه داره. اینا کلکشی اجباری در پنشیر آمد تحمیل کردن، تمام راه آسوقه و یفار اینا قطع کردن، تعداد مردم در قریه های بیا به قطع رساندن. اینا هر جنایت که هست میخواد در واقع انتقام چندی سالی خود را بکشن و این جنایت مرتکب شده را وارستن. ما باید در واقع هر جایی که هستیم، هر شهروندای کشور، در هر جایی که سفریم، تمام نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشرشان، نهادهای حقوق زنشان، دولتهایشان، اینا را مسئول بدانیم که بیاییم در این کشور چی بگذارم. خب یکانه چیزی که هسته باید صدای خود را باید بلند بکشن و این صدا میتونه که انعکاس بسیار کلان داشته باشه. همین که امروز شما جمفلین در واقع خداوند ورا خیر بده که یک فرض دین خودن ادا میکنه و این کشور متعلق به هم است، به همین قوم شما است. پس به اون نسبت است که صدای اعتراض شما هم میتونه که افکار عامه رو میتونه هم کشورها رو زیر فشار بیارن و دولتها رو زیر فشار بیارن. حالا شما میبینید که آهسته آهسته دولتها که باخبر شدن و بخارب واقعا همین ماهیت طالب چی هستن، اونا به یه اعتبار که همین حکومت طالب رو به رسمیت نمیشناسیم و این در هر جای باید این گپ بلند شود، در مطبوعات بلند شود، در حلقات بلند شود، در کنفرانس ها بلند شود، به حکومت ها لابی کنیم که حکومت طالب کس به رسمیت باید نشناسن. امکان دارد که یک حکومت که آمده به زور تروریسم، به زور انتحار، به زور انفجار، به زور خارجی، به زور پهپاد تیاره و به زور تمام جنایت عامل قدرت غصب کرده سوش فکری رو باید دنیا بهش بشناسه. اصلا اگر دنیا بشناسه کسی بشناسه اما وجدان اجتماعی وجدان ملی کشورها کجاست فکری رو باید بشناسه. بس ما شما فقط بیاییم سفیر زای محترم برای که از فرصت استفاده کنم من زیاد مزاحمتان نمیشم. برادرها و خواهرها، ما در فصل جدید تاریخ قرار گرفتیم، آینده بر ما معلوم است، آینده بر ما خیلی معلوم است، برخلاف بر دیگران مبهم است چون آینده را ما میسازیم، تاریخ را ما مینویسیم، کسای دیگه بر ما تاریخ را نوشته نمی کنن. همین حضور شما احتیاج است برای قسمت تصدیق و تاریخی داشته باشیم در قسمت لابی کردن که حکومت ها را در واقع مسئول بسنیم که یا نشناسن ایران را و در بسا مسائل دیگه است میتونم که در بحث های بعدی انشاءالا با تو مردم بطه ها شد این مسائل رو بگم دیگه هم یک مورد خیلی خود شکر بکنیم خداوند با این تا خوش مردای ما را بنام شد. تشکر از سپاس از شما و سفیر صاحب محترم. برادرهای عزیز ما آخری گفت خودم میزنم، ما هنوز سرشار انرژی هستیم، انرژی های ما در پوش یک صد مقای مالی تظاهرات ها و خیلی از اوقات دیگه این نشو کردن و مسئول یک روز به مسئول در درمانه روز طالب ها وارد شدن همون روز صفحه فیسبوک مرا بسته کردن، صدای ما خفه کردن همون روز از سبای و پس سبای دوباره فیسبوک رو باز میشه. من خیلی گپا دارم، خیلی گپا دارم من داخلم و خارج، ولی من خواهش من دوستای مسئولین برگزاری جلسه هم گفتن که در راستای
اول اینکه عموما هماهنگ باشیم، متحد باشیم، هم صدا باشیم، هم دیگر آزار نتیم. ما بدا وقتی که چون ما در خلوت ها گریه کنیم خود تخلیه کنیم، در بیرون که میایم به هموطنان دیگه خود توهین نکنیم، آزار نتیم. اما برای کمک های مالی امروز، چون البته دیروز خبر خوش ما شما شنیدیم، رئیس جمهور با غیرت تاجیکستان، رئیس جمهور با غیرت تاجیکستان اعلان کرد که ما در کنار شما مردم بودیم، در کنار شما مردم هستیم. ما حالا گفتنشون خوب نیست، چون با رفیقای ایرانی ما در طول یک ماه کلی ما بسیار جنگ کردیم. امیل از اینکه من طرف مجلس میامدم، یکی از مسئولین ارشدشان گفت به خاطر که شما را دروغ نگم، فریب نمیتون. برای ما او شخصی گفت ما کنار مقاومت ملی اسلامی افغانستان ساده میشیم. ما آدم دروغگوی نیستیم. ما براتون دروغ نمیگم. خب ما جنگ کردیم. سه هفته پیش ما در مشهد ممرور خروج شدیم. ولیکن موضوعات هست که نمیشه اینجا گفت. ولیکن من بر شما عرض میکنم همسایه های ما ملاحظات دارن، مشکلات دارن. نمی کمشو براتون میگم. زدن با چین، این توطئه پاکستانی ها بود که دفعه پای چینی ها رو وارد کنن. تمام معادن ما قراردادش با چین شده. شما فکر کنین که حالا تاجیکستان، ایرانی کشورها با چین چی رقم بزنن؟ این فتنه پاکستانی ها بود. ولیکن شما یقین داشته باشین منافع ملی و کشورام، امنیت مرزایشان هم اونا رو وادار میکنه دو هفته بعد، سه هفته بعد، چهار هفته بعد هر وقت خودشون تصمیم میگیرن. اونا صاحب کشور خود هستن، ما صاحب مسیر خود هستیم. ما زبان دیپلماسی رو با هیچ کس بسته نمیکنیم. با همسایه هایی که دوست ما بودن و در آینده دوست ما خواهند بود جنگ نمیکنیم. گله داریم، دل ما پرخون است که میتونستن جلوگیری کنن که حوادث پیش نیاید، اما شد دیگه. حالا شد دیگه. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم. ولیکن ما در مسئله ملی کلان خود احساساتی محض عمل نمیکنیم. کمک‌های خارجی میآید نمیآید کار نداریم. ولی ما و شما صدها هزار خراسانی، افغانستانی، شهروند افغانستان در غرب توان داریم که ما 10 یورو بندازیم، ده حلقات 100 نفری میشه 1000 یورو. 100 حلقه در آلمان داشته باشیم چند میشه؟ 100,000 یورو. اگه 1000 تا حلقه 100 نفری 10 یورویی داشته باشیم چند میشه؟ 1,000,000 میشه. ما و شما اگر از ساده بریم بالا، ما میتونیم حداقل از این آلمان ما 1,000,000 یورو را، البته قانونی رسمی از کانالایی که دولت اجازه میده، با مقاومت خود روان کنیم. یقینا فردا استرالیا استاد میشه، کانادا استاد میشه، امریکا استاد میشه. ما بار مالی مقاومت باید خودمو برداریم. نفرین ببینن، ما چندین مسیح جور کردیم که اصلا نفرین نکردیم، که چرا دیم اصلا کمک نکردیم. ولی حالا من نفرین تاریخی خود نصار میکنم. نفرین بر اون میلیونری که پیسه داره و در این مقطع از پیسه خود برای حمایت مقاومت دریغ میکنه. لذا تقاضای مجموعه همی است، بسیار سازماندهی شده، هماهنگ. انشالله کمک های اقتصادی ما و شما به طرف مقاومت انشالله گسیل شود. دعا میکنیم که خداوند متعال ما و شما را بر جوق شغالای طالب پاکستانی پیروز بفرماید. خداوند متعال همیل عقیل به 1000 مرمی بگرداند. خداوند متعال مرمی های طالب ها را، راکت های پاکستانی ها را، سر بچه های ما تبدیل به گل و گلستان بگرداند. اراده فولادی جان مستحکمتر بگرداند. خداوند متعال، پروردگار متعال، هنر ما را، قلم ما را، روحانیت ما را، کسبه ما را، بازاری ما را، همه ما را پشتر جبهه مقاومت، در پشتر امیر مقاومت، امیر مسعود ثانی قرار بدهد. آمین. همیشه بر سلامتی امیر مسعود دعا کنین. یک فرصت تاریخی بر شما امیر مسعود است. ما او را احمد مسعود نمیگم، مختصرش کردیم. اما اپکورتون امیر مسعود ثانی باید در ادبیات ما شما وارد شوه. یک غنیمت آسمانی سی بچه بر ما، یک توفیق خداوندی است بر ما. این بچه ما به عنوان یک کسی که 50 سال عمر کردیم، یک چیز از دنیا میفهمیم، ولیکن برش اعلان کردم
برش اعلام کردم، دوستان برش گفتن صدای مرم شنیده. ما تا لحظه ای که جان دارم در کنار امیر مسعود ثانی ساد میشم و از همه آزاده ها میخوایم با غیرت، با منطق، با حکمت، با شرافت، با عزت در پهلوی امیر مسعود ریگستانی و سایر جبهه مقاومت ساد شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.